سلام، چون لایف رو سیو میکنم دیگه، برای اینکه بی خودی طولانی نشه منتظر نمیمونم که همه بیان. رسیدیم به صفحه 66، شکرگزاری در طول سال. انگشت اتهام سوی دیگران دراز کردن کار راحتی است، مگر نه؟ به خاطر رئیس بدقنقم در کارم پیشرفت نمی کنم. اگر به خاطر غیبت ها و بدگویی های همکارانم نبود، آن ترفیع به من می رسید. خلق و خوی بد همیشگی من به خاطر کارهای دیوانه کننده فرزندانم است. و وقتی نوبت به روابط عاشقانه می رسد، سنگ تمام می گذاریم. همیشه طرف مقابلمان همان کسی است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش شکایت می کرد. به نظر من او بانوی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و دوستم خیلی خوششانس بود که او نصیبش شده بود. این موضوع را دائم به او می گفتم، ولی او همچنان می گفت که همسرش باعث و بانی بدبختی های اوست. آن وقت بود که من تجربه ای را با او در میان گذاشتم که معنای واقعی کلمه رابطه مشترکم را تغییر داده بود. سالها قبل در عید شکرگزاری، منظورش Thanksgiving هست که توی آمریکا رایجه، تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. این نکته خیلی مهمه به عنوان یه زبان آموز. اگه کسی هستید که فکر میکنید هیچ وقت نمیتونید به فلوئنسی برسید توی زبان، یا مدام برنامه های مختلف برای یادگیری زبان در پیش گرفتید، شکست خوردید، به این دقت کنید. این موضوع رو دائم به او میگفتم، ولی او همچنان میگفت که همسرش باعث و بانی بدبختی های اوست. آن وقت بود که من تجربه ای رو با او در میان گذاشتم که به معنای واقعی کلمه رابطه مشترکم را تغییر داده بود. سالها قبل در عید شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. یک سال تمام هر روز حداقل یکی از کارهای همسرم را که برایشان واقعاً از او ممنون بودم در دفترچه نوشتم. مثلا شیوه تعامل او با دوستانش، نحوه مراقبتش از سگمان، تمیز کردن خانه، پختن غذاهای خوشمزه، مدل موی زیبایش در آن روز یا هر چیز دیگری. من دنبال کارهایی بودم که همسرم با انجام دادنشان من را تحت تأثیر قرار میداد، یا در واقع دنبال صفات، ویژگی‌ها و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من قدردان آنها بودم. یک سال تمام مخفیانه همه ی آنها را یادداشت کردم. در آخر سال آن دفترچه را کامل پر کرده بودم. سال بعد وقتی در عید شکرگزاری آن دفترچه را به همسرم دادم، در حالی که اشک می‌ریخت به من گفت که آن دفترچه بهترین هدیه است که تا به حال گرفته است. حتی بهتر از ماشین BMW که به مناسبت تولدش به او هدیه داده بودم. جالب‌تر این بود که خودم از این هدیه بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم. همه آن یادداشت‌های روزانه وادارم کرد تا روی جنبه‌های مثبت همسرم تمرکز کنم. آگاهانه دنبال همه کارهای خوبی بودم که او انجام می‌داد. این تمرکز قلبی من بر هر آن چیزی چربید که ممکن بود در حالت عادی از آن شکایت کنم. بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم، حتی شاید بیشتر از قبل، چون جای اینکه خصوصیات و ویژگی‌های آشکارش را ببینم، به ظرفیت‌هایی که در سرشت و رفتارش داشت توجه می‌کردم. سپاسگزاری و نیت من برای پیدا کردن بهترین رفتارهای او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمانم قرار می‌دادم. این موضوع باعث شد که به شکل متفاوتی با همسرم رفتار کنم، که البته در مقابل باعث شد او هم رفتار متفاوتی با من داشته باشد. طولی نکشید که حتی موارد بیشتری برای یادداشت کردن در دفترچه سپاسگزاری داشتم. در نتیجه اختصاص فقط روزی 5 دقیقه یا کمی بیشتر برای مستندسازی و نوشتن تمام دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم، ما یکی از بهترین سالهای ازدواجمان را تجربه کردیم. و رابطه من از آن زمان تا حالا بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه‌ام رو با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری درباره همسرش تهیه کنم. در همان چند ماه اول رابطه مشترکش کامل بهبود پیدا کرد.
با انتخاب اینکه روی خصوصیات مثبت همسرش تمرکز کند و به دنبال آنها باشد، نظرش درباره او تغییر کرد و همین باعث شد شیوه مراوده و رفتارش هم با او عوض شود. در نتیجه همسرش در مورد طرز رفتاری که با او داشت انتخابهای متفاوتی کرد. این چرخه ادامه یافت یا همانطور که ما میگوییم مرکب شد. حالا به عنوان یه زبان آموز شما چه کار میتونید بکنید در این مورد؟ خیلی میبینم زبان آموزها که مخاطبین من زبان آموزهای بزرگسال هستن، بچه ها نیستن. و خب به عنوان بزرگسال بارها تجربه شروع یه برنامه برای یادگیری زبان و بعد شکست رو داشتم و خیلی از این بابت خودشون رو سرزنش میکنن. در این مورد شما با خودتون طرفید به جای اینکه با یه شخص دیگه ای طرف باشید. یه دفترچه بردارید، به شهر کتاب شهرتون اگه همچین زبان آموزی هستید و یه دفترچه زیبا بر خودتون بخرید و بعد شروع کنید هر روز، نه حالا به این شکلی که ایشون گفته، من به این شکل دیگه میگم، هر روز همین خصوصیات خوبی که در مورد یادگیری و خصوصا شاید یادگیری زبان انگلیسی دارید رو اون تو یادداشت کنید. مثلا میتونید بنویسید که من از خودم سپاسگزارم که با اینکه 5 ساله دارم سعی میکنم زبان یاد بگیرم هنوز موفق نشدم، اما هنوزم ناامید نشدم. یا میتونید مثلا بگید من از خودم سپاسگزارم که الان فرضاً 2 ماهه که پایبند این روش جدیدی هستم که برای یادگیری زبان در پیش گرفتم. من از خودم سپاسگزارم که مثلا به جای اینکه توی اینستاگرام پیج‌های آدم‌های متفرقه رو فالو کنم، فقط پیج‌های زبان رو فالو می‌کنم. من از خودم سپاسگزارم که مثلا فیلمو بدون زیرنویس می‌بینم. بعد وقتی شروع کنید هر روز یه وقتی رو اختصاص بدید، همون اول صبح که خواب پا میشید به نوشتن این موارد، اولش ممکن حتی فکر کنید که اصلا هیچ موردی وجود نداره که به خاطرش بخواید از خودتون تشکر کنید، اما بعد کم کم متوجه میشید که خیلی موارد زیادی وجود داره و هر روز اصلا بهش اضافه میشه. و بعد روزهای بعد تکراری بنویسید و همونها رو دوباره تکرار کنید. و حالا ادامش. مسئولیت 100%. همه ما مردان و زنان خود ساخته ای هستیم، ولی فقط آدم های موفق هستند که از امتیاز این صفت برخوردار می شوند. در 18 سالگی در یک سمینار با ایده مسئولیت شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگیم را کاملا عوض کرد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده ای نکنید و فقط روی این مفهوم متمرکز شوید و آن را تمرین کنید، در مدت 2 تا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد و دوستان و خانوادهتان به سختی شخصیت قدیمیتان را به یاد می آورد. این هم نکته مهمیه توی یادگیری زبان. گوش بدید. در آن سمینار سخنران از حاضران پرسید در یک رابطه عاشقانه شما 100% مسئول هستید؟ من که یک نوجوان بودم فکر میکردم در مورد عشق واقعی خیلی میدادم. ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم 50-50. برایم کاملا واضح و بدیهی بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشن و در غیر این صورت یکی از طرف ها ضرر میکنن. شخص دیگری داد زد 51-49 و دلیل آورد که شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و فداکاری بنا می شود. شخص دیگری بلند گفت 80-20. استاد سمت تخت سیاه چرخید و خیلی بزرگ روی آن نوشت 100-0 و گفت شما باید 100% مسئولیت رابطه را قبول کنید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی نداشته باشید. فقط وقتی یک رابطه عاشقانه مؤثر خواهد بود که شما 100% مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. در غیر این صورت رابطه‌ای که بر مبنای شانس و احتمال بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه و خراب شدن است. منظورش از شانس و احتمال یعنی شانس این که طرف مقابل بخواد یه مسئولیتی رو بپذیره در واقع. و اما این در مورد زبان چجوری صرف میکنه؟ این رو هم بارها شنیدم از زبان آموزهای مختلف. حالا محبت داشتن که مثلا میگفتن از روش شما خیلی خوشم میاد و چند سال پیش که برای آخرین بار زبان خوندم
معلم زبانم، مدرس زبانم رفتار نامناسبی داشت یا یه برخورد بدی کرد، من از زبان زده شدم. این یعنی اون آدم مسئولیت 100% رو در قبال یادگیری زبان به عهده نگرفته، یا در بهترین شرایط میتونیم بگیم کمتر از 100% رو بر عهده گرفته. وقتی که شما 100% مسئولیت رو بپذیرید چی میگید؟ پذیرش 100% مسئولیت به این معنی نیست که بگید هر اتفاقی افتاد من مسئولشم. نه، یه سری چیزا دست خودتون، مثلا خودتون به اندازه کافی وقت نمیذارید برای یه کاری، یه سری مثل یادگیری زبان، یه سری چیزا دست شما نیست، مثل مثلا رفتاری که یه مدرس زبانی سالها پیش با شما داشته، اما واکنشی که در برابر اون رفتار دارید دست شماست. البته این هم توضیح دارن هر دیه. مثلا مدرس زبان شما یه واکنش بدی داشت، برخورد بدی کرد، اصلا مسخرتون کرد. اگه برخورد شما، واکنش شما این باشه که بیایید و بگید که من زبانو میذارم کنار به خاطر اینکه این آدم این رفتار رو کرد، این یعنی بیمسئولیت بودن. اما اگه نه، واکنشتون این باشه که خب این مدرس این برخورد رو کرد، من این مدرس رو میذارم کنار، میرم سراغ یه مدرس دیگه، این یعنی 100% مسئولیت رو پذیرفتید. و اگه این کار رو نخواهید بکنید در مورد هر چیزی، هر اتفاقی که تو زندگیتون میفته، اون وقت شما با هر بادی که به وزه باید این طرف و اون طرف بشید، و به خصوص برای ماهایی که تو ایران هستیم، اون دسته ای که میخوام مهاجرت کنم، اون دسته ای که میخوام برم ادامه تحصیل بدم خارج از ایران، خصوصا این مسئولیت 100% رو باید بپذیرن، چون خیلی اتفاقا براشون میفته، شاید بیشتر از اونایی که فعلا موندن و قصد رفتن ندارن. همش جلو پاشون سنگ اندازی میشه، باید در قبالش 100% مسئولیت بپذیرن. یعنی چی؟ یعنی همش به این فکر کنن که الان اگه یه اتفاقی برای من افتاد که خودم در رخ دادنش نقش نداشتم، واکنشم رو، ریاکشنم رو، مسئولیتش رو 100% بپذیرم. این باعث میشه که شما به جای اینکه همش روی مشکل متمرکز باشید، دنبال راه حل باشید توی هر زمینه. حالا میتونه توی زبان هم باشه. یه مثال دیگه میزنم. میدونید که کلاسایی که آنلاین پشتیبانی دارم برای پکیج ها و کسایی که پکیج های آموزشی رو تهیه میکنن، حالا طی مراحلی که طی میکنن، به ترتیب توی یه سری کلاسای آنلاین شرکت میکنن. کلاسای آنلاینم رو اون اوایل از زبان آموزا میپرسیدم چه ساعتی، هی ساعتش رو تغییر میدادم و هماهنگ میکردم. بعد دیدم نه، اصلا اینطوری نمیشه. همیشه یه حرف و حدیثی هست، یکی میگه من نمیتونم، اون یکی میگه من میتونم، و تصمیم گرفتم که ساعتامو ثابت کنم، تغییرش ندم. و فکر میکنم حدودا 2 سالی هست که حالا این ساعتا ثابت داره برگزار میشه کلاس. اما اتفاقی که میفته این هست، یه سری از زبان آموزها میان میگن که نمیشه ساعت کلاس تغییر کنه، من شرکت کنم. و خوب که زیر نظر میگیرم، دقیقاً همونایی هستن که همش هم از زیر درس خوندن در میرن، پشتیبانی رو هم کامل استفاده نمی کنن، گزارش نمی دن، و اینها مسئولیت 100% رو نپذیرفتن. خب ممکنه با خودتون بگید که خب فلانی ممکنه سر کار باشه، چجوری میتونه مسئولیت 100% رو بپذیره؟ به اینجاش هم من فکر کردم. شما که مثلا سر کارید و کارفرما نیستید، خودتون صاحب کار خودتون نیستید، شاید با خودتون فکر کنید که خب من نمیتونم اون ساعت مثلا کارم رو بذارم کنار، رئیسم چی میگه. ولی وقتی به این فکر میکنید که کلن 1 ساعت، 1 روز در هفته، 1 بار در هفته باید سر این کلاس باشید، اون وقت و 100% مسئولیت واکنشتون رو بپذیرید، میتونید با خودتون فکر کنید که آقا مثلا کلاس ساعت 4 برگزار میشه، من 4 تا 5 همچنان سر کارم، اگه خیلی آدم خوبیم و خوب دارم کار میکنم، میتونم به رئیسم بگم مثلا دوشنبه های که این کلاس برگزار میشه من 1 ساعت زودتر میام سر کار، عوضش همون برم 1 ساعت زودتر میرم، یا یعنی که نه، اون 1 ساعت رو سر کار میرم توی چه میدونم آبدارخونه، ولی میشینم کلاسم رو با موبایل برگزار میکنم، تو شرکت میکنم. پس اگه شما مسئولیت 100% رو در قبال یادگیری زبان بپذیرید، هر اتفاقی بیفته کارش میکنید. یه مسئله دیگه موردی هست که وقتی به زبان آموزها میگم باید برنامه که 5 روز در هفتهشون رو حفظ کنن، گاهی میگن که خونه ما مثلا همیشه شلوغه، بچه هم سر و صدا میکنم، نمیتونم، مهمون میاد. و میدونید که برنامه نیم ساعت هست برای حالا افرادی که تازه میخوان شروع کنن و
مبتدی هستن و خیلی راه حل ها وجود داره. اگه مهمون میاد، مهمون که 5 روز هفته خونتون نیست، شما میتونید اگه مسئولیت 100% رو بپذیرید در قبال برنامه زبانیتون، میتونید بگید که خیلی خوب، من به بهونه خرید شده نیم ساعت میرم بیرون، ولی میشینم تو ماشینم درس ها میخونم. لزومی نداره حتما توی اتاقتون باشه. شما زمانی مشکلات رو میبینید که مسئولیت 100% رو نپذیرید. مشکلات همیشه هست، برای همه هست، موانع هست. کسی که مسئولیت 100% رو میپذیره فورا میگه خب الان من چیکار میتونم بکنم؟ چه راه حلی دارم؟ این مشکل جدید پیش اومده، من چه کار میتونم بکنم که برنامه زبانی رو پیش ببرم؟ اما اونی که مسئولیت 100% نپذیره فقط دنبال بهونه است. ادامهش رو میخونم. و این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم، ولی سریع فهمیدم که این مفهوم چگونه میتواند هر جنبه ای از زندگیم را متحول کند. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه میکنم 100% مسئولیت را بپذیرم، یعنی کاملا مسئولیت همه انتخاب ها و رفتارهایم را به عهده بگیرم، در این صورت قدرت در دستان خودم خواهد بود. دقیقا این خیلی نکته مهمیه. قدرت در دستان خودتونه، نه رئیستون چون اون ساعت سر کارید، نه مهمونتون چون سرزده اومده و حالا هرچی. و همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت. من مقابل هر کاری که انجام دادم یا ندادم و طرز واکنش هایم به اتفاقاتی که برایم رخ داده مسئول هستم. میدانم که فکر میکنید مسئولیت زندگیتان را به عهده گرفته اید و من باید این سوال را از آدم هایی بپرسم که نمیگویند البته که من مسئولیت زندگی خودم را میپذیرم. ولی وقتی به اعمال و رفتار خیلی از مردم جهان نگاه کنید، میبینید که انگشت اتهام سمت دیگران دراز میکنند. خودشان را قربانی میدانند، دیگران را سرزنش میکنند و از شخص دیگری یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کنند. اگر تا به حال برای دیر رسیدن به جای ترافیک را سرزنش کرده اید یا گفته اید به خاطر کاری که فرزندتان، همسرتان یا همکارتان انجام داده حال و حوصله ندارید، در این صورت 100% مسئولیت را نپذیرفته اید. دیر رسیدید چون جلوی چاپگر صف کشیده بودند. شاید شما نباید تا آخرین دقیقه منتظر می‌ماندید. همکارتان ارائه را خراب کرد. آیا نباید خودتان پیش از تحویل دادن یک نگاهی به آن می‌کردید؟ با نوجوان غیر منطقیتان رابطه دوستانه‌ای ندارید؟ کتاب‌ها و کلاس‌های جالب خیلی زیادی وجود دارند که به شما در حل این مسئله کمک می‌کنند. البته این رو بگم، اولش که شروع می‌کنید یه برنامه رو، همش این اتفاقا ممکنه پشت هم رخ بده. هر باری که مسئولیت بپذیرید، یا این اتفاقا دیگه رخ نمیده یا دیگه تو نظر شما کم رنگ میشه، دیگه اون شکلی نیست. من زبان آموزهایی دارم، اما شاید توی این لایف هم باشن، که مرتب توی کلاس ها شرکت میکنم، ولی مثلا خانمای خونه دار هستن، بچه دارن، در کنار خونه داری و بچه داری و همسرداری حالا بیزنس خودشون رو هم دارن، ولی همیشه سر ساعت توی کلاس حاضر میشن. این تعهد اونها رو نشون میده، این مسئولیت پذیری اونهاست. وگرنه اونها میتونن هر بار که کلاس قرار تشکیل بشه بگن فلان اتفاق افتاد. همیشه یه اتفاقی میفته، همیشه یه قضیه هست. مثلا اینجاست، شما میخواید بهونه ها رو ببینید و پیدا کنید یا راه حل ها، هر دو هست، کدوم رو بخواید میتونید انتخاب کنید. شما به تنهایی مقابل کارهایی که انجام میدهید و نمیدهید یا نحوه واکنشتان به اتفاقاتی که برایتان رخ میدهند مسئول هستید. این طرز فکر قدرت بخش زندگی من را به شکلی اساسی متحول کرد. شانس، شرایط یا موقعیت مناسب چیزهایی نبودند که مهم باشند. به خودم بستگی داشت که مهم باشند یا نه. آزاد بودم تا هر کاری را که دوست داشتم انجام دهم. اهمیتی نداشت چه کسی رئیس جمهور شود یا وضعیت اقتصاد چقدر بد باشد یا مثلا فلانی چه بگوید، چه کار کند، چه کار نکند، چون من هنوز هم 100% در کنترل خودم بودم. با انتخاب این که از قربانی بودن در گذشته، حال و آینده رها باشم، به موفقیتی فوق‌العاده می رسیدم. من برای کنترل سرنوشتم قدرت نامحدودی داشتم. خب لایو امشب رو تموم کنم، فکر کنم بس کافی شد. آره دیگه حدودا 20 دقیقه
خب این سوالی که پرسیدید نگاه کنید، هایلایت انگیزشی و هایلایت حتما تماشا کنید. این دوتا رو ببینید، پاسخ سوالتون رو میگیرید. سلام موسا جان، من دیگه باید خدافزی کنیم. تا صفحه 70 بقیهش رو فردا شب میخونم. شبتون بخیر.